بسم الله الرحمن الرحیم روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هستیم شبهای بسیار پرفضیلت قدر رو پشت سر گذراندیم من لازم میدونم از همه مردم عزیز و فهیم سراسر ایران سپاسگزاری و تشکر بکنم که در شبهای قدر ب... علا رقم اهمیت فوق ای که این شبها داره که خب اون یک شب از هزار ماه برتر و بالاتر هست با تعبیر قرآن مجید و همهشون هم علاقه داشتن که در مجالس و معافل شرکت کنن اما در این حال اونایی که شرکت کردند در حد اکثر پروتکل رو مراعات کردند اون گزارشی که ما امروز در آغاز این جلسه شنیدیم و اونهایی هم که احتیاط کردند و شرکت نکردند در منازل خودشون از طریق صدا و سیما و یا سایر رسانه های جمعی بهرمند شدند و استفاده کردند از برنامه های بسیار خوب شبهای قدر خداوند از همه اونها قبول بکنه و ما هم از اونها تشکر و سپاسگزاری میکنیم به خاطر اینکه اصول بهداشتی رو به خوبی مراعات کردن هفته های گذشته همطوری که مردم ما مستحضر هستند ما مواجه شدیم با یک موج چهارم که این خیز حتی در گراف ها هم به خوبی مشخص هست که این خیز یک خیز بسیار بلندی بود بیش از خیز اول و دوم و سوم و خب نوع ویروس هم متاسون یافته بود و خطرناک بود ویروس انگلیسی بود به همدلله گزارشی که ما امروز دیدیم گرچه در استانها افت و خیزهایی رو مشاهده می کنیم اما عمدتا همه جا میتونیم الان بگیم که در همه استان ها به پیک نهایی رسیدیم و شروع شده برای اینکه مسیر نزولی خودش رو این پیک طی بکنه و نکته بسیار مهمی که اینجا ذکر شد این بود که علی رغم اینکه مبتلایان در این دوره بسیار بیشتر بودن از های قبل اما فوتی های این دوره تقریبا مساوی فوتی های دوره سوم بودن و این نشان مهارت مدافعین سلامت ما کار و کوشش و تلاش فوق العاده اونها و همچنین مراعات خود مردم هست مردم به این اصول بهداشتی کاملا آشنا شدن و مراعات میکنن حالا ابتلا هم البته سخته ولی خب مهم اینه که طرف بعد از چند روز سختی بیماری به سلامت انشاءالله به خانهش برگرده و این کار الحمدلله به خوبی انجام شده و ما تشکر میکنیم از همه مدافعین عزیز سلامتمون در سراسر کشور و از همه مدیریت ها هم از قرارگاه در تهران استانداری ها فرمانداری ها بخشداری ها همه اونهایی که دانشگاه ها و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی همه دست به دست هم دادن تلاش کردن نیروهای مسلح نزاری که خیلی کمک کردن نیروی انتظامی و همه اونهایی که برای کسب و کارها و ترددها نظارت کردند از همه اونها تشکر میکنیم اگر همه دست به دست هم نداده بودیم و این رنگبندی ها به خوبی در این چند هفته برای مناطق نارنجی و قرمز اجرا نشده بود حتما ما امروز از موج چهارم خارج نشده بودیم یعنی از پیک موج چهارم بله حالا موج چهارم هنوز هم هست تا به طور کامل بخوایم خارج بشیم شاید چند هفته زمان ببریم نکته دیگری که باید روش تاکید بکنیم مسئله واکسن هست ما در این مقطع نیازمند هستیم که واکسن خارجی رو وارد کنیم بعضی از دوستان در بعضی از نوشته هاشون نوشتن یا در گفته هاشون که آقا یکم سب کنیم واکسن های داخلی ما میرسه اینقدر عجله نکنیم با این فشاری که ما داریم واکسن از خارج بخریم این حرف حرف دقیقی نیست واقعا واقعا همون حرف معروفی که بهترین واکسن اولین واکسنه The best one is the first one هر کدامی که اول برسه دست آدم باید بزن معطل نباید بکنه که بگه حالا صبر کنم دو ماه دیگه چی میشه یه ماه دیگه یه واکسن دیگه میرسه هر واکسن مورد تاییدی اگر رسید حالا ممکنه تاثیرش 90 درصد باشه 70 درصد باشه،, باشه کمتر باشه بیشتر باشه اون واکسن رو باید فوری استفاده کرد و بهره کرد الحمدلله ما گروه اول که مدافعان سلامت بودن از این واکسن استفاده کردن گروه دوم آغاز شد افرادی که از سن 80 سال بالاتر هستن این کار داره انجام میگیره امیدواریم که در روزهای آینده این کار به نهایت برسه و گروه بعدی رو ما شروع بکنیم حالا 75 ساله 70 ساله هر چی کار را اعلام بکنن گروه بعدی رو اعلام بکنن و همچنین افرادی که بیماری های زمینه ای دارن ما بتونیم اینا رو واکسینه بکنیم برنامه به این صورته که انشالله در روزهای آینده یک میلیون دوز دیگر واکسن در اختیار ما قرار میگیره اوائل خورداد هشت میلیون دوز دیگر در اختیار ما قرار میگیره امیدواریم کوواکس هم بتونه چند میلیون دوز در این فاصله در اختیار ما قرار بده ما بتونیم کاری بکنیم که اون سیزده چارده میلیون نفری که اولویت اول ما هست هم از لحاظ سن و سال هم از لحاظ بیماری زمینه ای انشاءالله در این دولت اینا واکسینه شده باشند و تمام شده باشه و لذا ما بتونیم بگیم مرگ رو مهار کردیم حالا خود زنجیره انتقال البته یه خورده طول میکشه برای اینکه زنجیره انتقال رو بخوایم ما مهار بکنیم اون وقت باید واکسیناسیون در حد مثلا 70 درصد جمعیت رو ما واکسینه بکنیم تا بتونیم بگیم ما زنجیر رو هم زنجیره رو مهار کردیم ولی الان با این اقدامی که شده انشالله تا پایان این مراحل ما بتونیم انشالله تا تیر همه اینها رو طی بکنیم و عبور بکنیم میتونیم بگیم از لحاظ مرگ و میر ما این ویروس رو مهار کردیم و انشالله حالا دولت بعد کارهای بعدی رو انجام میده شلا امیدواریم های داخلی ما هم در تابستان وارد عمل بشه یکی از های ما انشالله زودتر واکسن پاستور که حالا با همکاری کوبا باید بگیم کوپاستور دیگه کوبا را هم اگه اسم ببریم بگیم کوپاستور و حال این واکسن کوپاستور انشالله زودتر میرسه به دست مردم و مردم میتونن استفاده کنن بقیه واکسن ها میشالله به تدریج حالا هر کدام که آماده شد در اختیار مردم قرار میگیره و شرایط انشالله شرایط بهتری خواهد شد ما همچنان اونچه امروز که مطرح میشه در جامعه به اینکه این ویروس نوع انگلیسیه بعد به ما میگن نه یکی دیگه بدتر آمد این یکی برزیلیه بعد گفتن نه یکی دیگه بدتر آمد این آفریقای جنوبیه اخیرا میگن یکی دیگه بدتر آمد هندیه حالا باز میگن یکی دیگه بدتر آمد هیبریدیه اینا چی نکنه ذهن ما رو اصلا مخشوش نکنه یه ویروس درمانش هم همونه مراعات هم هموناست یعنی هر ویروسی هر متاسیونی میخواد پیدا بکنه این ویروس ممکنه ده تا متاسیون دیگه پیدا کنه حتی ممکنه در داخل کشور ما هم متاسیون پیدا بکنه ما نگرانش نباید باشیم باز هم همه اون دستور ها یعنی فاصله اجتماعی رو مراعات کردن یعنی از ماسک استفاده کردن یعنی شستشوی دست یعنی تجمعات رو کنار گذاشتن یعنی سفرهای غیر ضرور رو انجام همه ایمون دستور ها یه مقدار دقیقتر، حساب شده تر اجرا کنیم و پیاده کنیم راحل همونه مسیر همونه ما مسیر دیگری نداریم ما اون چه دولت باید انجام بده تجهیز بیمارستان هاست امکاناتی است که در اختیار بیمارستان های ما باید قرار بگیره اکسیژن در اختیار بیمارستان های ما قرار بگیره ونتیلاتور در اختیار اونها قرار بگیره امکانات دیگر تشخیصی در اختیار اونها قرار بگیره اتاق های آی سی او ما مجهز بشه تخت های ما آماده بشه این کاری است که دولت میخواد انجام بده و همه چیزایی که نیاز دارویی تجهیزاتی هر چه نیازه داروی، اینا به عهده دولت هست باید انجام بده کار دیگری که به عهده دولت هست واکسن هست واکسن دولت موظف این واکسن رو بخره وارد کنه با هر سختی که هست و همین امروز همین الان هم ما حساب بکنیم مثلا 16 میلیون کوواکس 10 میلیون این واکسن اخیر ما میشه 26 میلیون جاهای دیگه داریم همین الان سی میلیون واکسن ما آماده است غیر از داخلی همین خارجی که الان خریدیم و تو راه و داره میرسه داخلی های ما ان تا این سی میلیون بیاد و تزریق بشه و انجام بگیره بقیه واکسن های داخلی ما وارد میدان میشه ما ان کشور نیازمند به واکسن داخلی است یعنی این ویروس به ما نشون داد که یک اپیدمی خطرناکی که میتونه به صورت پاندمی در بیاد وجود داره و این ویروس هم نشون داد که زود از بین نمیره جهش پیدا میکنه اینم بر ما روشنه بنابراین ما باید کشورمون رو مجهز کنیم به تجهیزات ساخت واکسن توانمندی های علمی توانمندی های عملی و تجهیزاتی انشاءالله این کار اساسی داره انجام میگیره و این کار داره پیش میره به هر حال ما 16 ماهه که مواجه شدیم با این ویروس در این 16 ماه که جهان مواجه شده با این ویروس خطرناک ابتدا فکر نمیشد که مثلا بعد از 7-8 ماه بشر بتونه به یک واکسنی برسه البته این واکسن ممکنه واکسن کامل کامل نباشه همه مراحل رو طی نکرده باشه ولی حالا همینی که الان هست به صورت واکسن چون واکسن معمولا در دنیا حداقل دو سال سه سال گاهی پنج سال واکسن هم بوده 17 18 سال طول کشیده به هر حال واکسن چیزی نیست که بشه در عرض دو ماه سه ماه به دست بیاد اما کار عظیم و بزرگی انجام گرفت برخی از مقررات هم حذف شد فاکتور گرفتن از برخی از مقررات تا بتونه این واکسن بیاد به بازار و آمده به بازار حالا ممکنه یه آثاری هم داشته باشه اون آثار هم بعدها معلوم شد ولی در کل این واکسن مفید مؤثره میتونه به هر حال جلو مرگومی رو بگیره اساس واکسن هم اینه که بدن رو آماده میکنه برای مبارزه بهتر با ویروس به حال این واکسن یک ویروس ناقص یا یک ویروس کشته رو به حال یه جوری وارد بدن میکنه بدن میاد در برابر و اون چی که ما به عنوان واکسن وارد بدن کردیم شروع میکنه به مبارزه کردن در این مبارزه که انجام میده در برابر این یک پاتنی درست میشه به هر حال و این توانمندی بدن پیدا میکنه که بتونه یه آنتیبادی رو موادی رو به عنوان آنتیبادی ایجاد بکنه و این مواد و آنتیبادی وقتی خود ویروس اصلی برسه وارد بدن بشه بدن تقریبا آشناست شبیه این سوالات رو قبلا امتحان داده این امتحان برای آسونه دیگه وقتی این میاد این شبیه همونه ولی زن راحت تر میتونه باش مبارزه کنه ممکنه طرف بیمار بشه ممکنه حتی با یکی دو روز بیفته ولی معمولا مرگ و میر دیگه نخواهد بود بنابراین اصل واکسن یک ضرورت هست امروز ولو اینکه همه مراحلش رو هم طی نکرده در همین حدی که الان مورد قبول بهداشت جهانی بعضی از اینا هست حالا برخی هم روزای اخیر مورد قبول بهداشت جهانی قرار گرفت ما از اینا استفاده میکنیم و این میتونه جامعه ما رو در یک مسیر درستی قرار بده البته کسی که واکسن میزنه خودش یه نوع مسئولیتی پیدا میکنه اما باید حواسش باشه که ناقل هست یعنی خودش واکسن زده حالا میره تو خونه خونه بازم باید احتیاط کنه برای اینکه اون میتونه ناقل بیماری برای زن بچه خودش باشه برای دوستان خودش باشه برای همکار اداری خودش باشه واکسن به این معنا نیست که کسی واکسن زد دیگه بگه کلا ما مسونم هم خودش معلوم نیست 100 درصد مسون باشه هم در ناقل بودن که اصلا مسون نیست میتونه ناقل باشه و مشکلات درست مردم عزیز ما بدونن. علت این برنامه ای که ما برای واکسیناسیون در کشور مورد تاکید قرار دادیم در ستاد ملی کرونا مبناش این بوده که ما دیدیم هم در ایران هم در کشورهای دیگر مرگومیر عمدتا اینایی که مبتلا میشن مرگومیر عمدتا مال سن 60 65 سال به بالا هست اونا یا اونایی که بیماری زمینه ای دارن بر این مبنا هست که ما اینها رو اولویت قائل شدیم پس اولویت ما کاستن مرگ میره ولی در انتقال البته کار بیشتری باید انجام بگیره اگه بخوایم زنجیره انتقال رو بشکنیم این واکسیناسیون باید که توسعه پیدا بکنه حدود 70 درصد مردم از این واکسن استفاده بکنن اون وقت انشالله از این عبور میکنیم از این مرحله انشالله تا پایان امسال همه این مراحل در ایران انجام خواهد شد یک بخشش در این دولت یک بخشش در دولت آینده انشاءالله این مسیر طی میشه و ما میرسیم انشاالله به نقطه ای که مورد نظر همه ما هست و من توصیه آخرم اینه که این مسئله کرونا یک مسئله ملی هست یک مسئله انسانی هست یک مسئله اخلاقی هست من خواهش میکنم هیچ کس هیچ کس مخصوصا حالا که دیگه شبهای قدرم گذشته و همه هم توبه کردن هیچ کس از این داستان دستمایه سیاسی قرار نده برای مسائل حزبی و جناهی و یا خدای ناکرده برای انتخابات این یک داستان ملی است همه باید دست به دست هم بدیم همه باید تلاش بکنیم از این ویروس زودتر خلاص شیم انشاءالله خداوند توفیق بده انتخاباتم یا انتخابات خوب و با شکوهی و با اخلاق انشاءالله انجام بگیره که مورد نظر همه مردم ما هست و السلام علیکم و رحمت الله و